درود بیننده عزیز، شما رو با تماشای نشر نوبتی اینترنت چو دعوت میکنم. امیدوارم که جالب است، امیدوارم که مثل برنامه های دیگر دیدنی خواهد بود. امروز در موسم نو برای اول تیم جوانان شرکت دارند و این نام این تیم است و همگی اصحاب جوانان ترکیب یافته این تیم و امیدوارم که با سوال هایی که اینجا پیشنهاد می شود جواب های درست گردانیده می توانند. یاد راست می شوم که ما موسم نوبتی رو یا قبولی گروه ها رو در موسم نوبتی اولی انجام ندادیم. اگر شما خواهش اشتراک در این گروه رو در این بازی اینتלקтуаلی رو دارین، می توانید که مراجعه کنید با تلویزیون سفینه و در هیئت 6 نفر متحد شوین، بیاین و بازی رو شروع میکنیم. خب هر گروه در یک موسم شاید بیش از 10 بازی رو برگزار میکند و بازی ها امیدوارم که جالب خواهند بود. غالبان از روی حسابی بال هایی که به دست میارن یا خول هایی که به دست میارن یا جواب های درستی که پیدا میکنن، از همین حساب غالبان معین میشوند. خوب در حیط تیم جوانان امروز شرکت دارد مرجانه حکیم زاده، رانو نصری دینوا، شادمهری عبدالقادریان، منیژه سولیهوا، گلزاده شیرعلیوا و سردار دست ربانی نوروف. بچه ها امیدوارم که بچه هم بازی اول است، لیکن شما با قاعده اساسی این بازی آشنا هستین. بر صورت یک بار یادرس می شوم، برای جواب ها یک دقیقه وقت دارین. فقط کاپیتانی کمانده بعد این مباحثه های شما خواهد گفت که کی به سوال جواب می دهد. وقتی که سوال پیشنهاد می شود، شما یک جمله نیم جمله اون رو بنویسین، به خاطر تکرار، زیاد تکرار نکردن. و کاپیتانی کمانده خواهد گفت که کی به سوال جواب می دهد و ما فقط جوابی او رو قبول میکنیم. بعدی که ما جواب قبول کردیم، جواب دیگه ایواز نمی شود، تغییر نمی یابد، ایواز نمی شود. خب یک دقیقه وقتی رو اگه حالا دارین که میتونین هر وقتی خواستین استفاده برین. هر وقتی که پیش از مهلت جواب دادین، یک دقیقه وقتی رو اگه خواهید گرفت. و یک قاعده از همه اساسی بازی ما همین است که جواب های قسمان درست همچون جواب نادرست قبول می شوند. از این رو کوشش کنین که جواب های شما پورا درست باشن. خوب موفقیت میخوام براتون. مرامد رقم سوال اول رو معین کنید. سوالی رقمی سه، توجه کنید با سوال. یک وقت شرکتی وولوا یک سپری مخصوص رو برای راننده های ویلاسیپیت فکر کرده بود. مقصد این کمتر کردن حدیثه ها یا صدمه ها با اشتراکی ویلاسیپیت رانان بود. گوید که این چی سپری بود و چی خاصیت داشت؟ سوال فهماست. یک وقت شرکتی وولوا یک سپری مخصوص رو کار کرد که برای ویلاسیپیت سواران بود. شما گوید که این سپری چی سپری بود و چی خاصیت داشت؟ مرامد یک دقیقه وقت فکر کنید. از طرف شرکتی وولوا انگشت خیلی نیچون وولوا هدفش همین است که بلک سدامای کم کند برای بلک سواران. تاموس ماشین چی سپری هستی؟ تاموس زرار می بیره سپری چه که سپری بود؟ سپریش خانش چیه؟ نی سپری برون خودی بلا سپری سبرو بلا بلا سپری چی ها سخه؟ نی سپری برای بده سپری بود برای بلا سپری برای ما تو دفعش بپس که هدف اساسی هش این کم کدنی سدما یک کلاجب دست بر بانی ها نیست بجانو چی سپری؟ چی سپری؟ هم سپری چی سپری؟ خوصیت هش خوصیت هست سپران تام میشن کم کردن سلامت چه؟ میخدش حضور از که برای کم کردن سلامت
یک دقیقه وقتی شما سپری شد مرامت سرداری دسته کی به سوال جواب میدید؟ خب به این سوال اعضای دسته ما گلزاده شیرعلی و جواب میدید. مرامت و فکر گروه ما چنین است که همین سپری گفتگی محترم روی چنین سپری است که اولین که هدف اساسی اون چنین بود که باید که اون رو از صدمه های نقلیاتی یعنی که همون و چی ویلیکرون ها رو یعنی که امین دارد و بقیده ما این نام سپری بود لایف بیند و چی است؟ هدف اساسی چنین است که هنگامی گویم در چی در شبانگاه ها اگر که همین سپری اگر که وای استفاده کنند شده به حیثی یعنی که همچون وای آگاهی است که در جایهای بیچرخ مثلا برای همون چی دیگر حرکت در چی همون وای مقصد و همچون وای است. شما خیلی سراسیمه هستین و جوابتون اصلا نفهمه است. سراسیمه نشده شما سوال ما را تکرار نکنین. هدف ما چونی شما فقط جواب رو تکرار کنین که چی سپری بود و چی خاصیت داشت؟ تمام. بله، این سپری به فکر ما خاصیتش چنین بود که هنگامی در شبانگاه باید که همچون وای آگاهی است که هنگامی که در شب اگر در جایهای بیچراغ اگر باشد از این سپری برای آگاهی با دیگر همون واسه های نقلیاتی همینا استفاده میکردن. اون سپری چی کار میکردن؟ همون سپری یعنی که همون استفاده نموده چیز چی خیلی استفاده میکردن؟ همچون دود از مثال همچون اگر نمود دود میشود نه سپری این یک چیزی مثل هم که بله. آب میپوشد که بله، یک میپوشد بله. یا همون دود نیستیم یعنی چه خیلی استفاده میکردن؟ که سپری زرحالدار است که برای در پسی همون و ویلیک همون ویلیسپید برای یعنی که جلو بخشی همون و این اکاسی همون ویلیسپید به همون دیگه ویو کمک رساند فقط ویلیسپید یا؟ بله این سپری جلو میدید؟ بله جلو موک است که و از دور ماشینایی که میوین راننده ها بله یعنی که ویلسپید رو میبینن با نوری همون ماشین همون وای رو میبینن این مثل اون که در شل خومس هست بله در پشتی وای سگی باسکر ویل هست همین خیلی چیز بله سگی باسکر ویل شما باید تو ناس خوندن این چرا؟ سگی باسکر ویل این از آرتور کانان دویل است بله خب آخرین قصه است در کتاب نامه های شرلاک هولمز درباره سگ قصه میکند که هنگامی که او را در شب می دیدن چشمهاش جلو می دود و او را یک لعنت می خوندن برای منطقه باسکرویلی خب شما یعنی در برای جلوی چشمهاش می دید مواد در تنش مولیده بودن که در روشنایی جلو می دادم اونم در شب یعنی اصلا این چی که جلو می دود و همون سپری هم برای همین بود که جلو می دید و نور افکند و راننده های دیگر او را ببینن جواب شما کاملا درست است سوالی رقم 11 توجه کنید با سوال در میانه های عصر 20 یک بازی مانند با بسکتبال امروز پیدا شد که ستریت بال نام داشت آن هم گویا یک وریانتی کوچگی بسکتبال بود و بسیار مشهور هم بود در آن دو تیم سه نفری بازی میکردن فرق اساسی آن از بسکتبال عنعنوی همین بود که چی بود فرق اساسی آن بازی از بسکتبال عنعنوی؟ امیدوارم سوال فهم است. یک دقیقه وقت مرامت فکر کنید. در اونجا میدانی همون دروزیش به فکرم 16 به 8 می شود همون میدانی بازیشون بسکتبول در بازی کوچک به فکرم میدانی معین نمی شود یکم ولی میدان معین نمی شود و همزمان
دسته ها سه نفری هستن در در رای عمومی در رای اساسی در عمومی شش نفر هستن در این کوچه گیر اساسی همه چیز است که در عنانوی بسکتبال و وریانتوش همه است که مقدار اشتراکچیان شش نفر هستن مسافت میدان بازی معاین است وقتی معاین بازی معاین چنین خوش کنید و این چنین که در این چنین در رواند بازی باز میتونن که بازینگر ها رو یواز کنن اگر چه زمین نموری بوجه در اینجا سینه کنید و من به فکر من در فکر دیگه هم دونم که بند بوش کنید من انانویش باز یک فرقی باشم بیدن که در انانوی یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت سرداری دسته کی به سوال جواب میدید خب به گروه ما بچینی خلاص آمد که به این سوال نوبتی عبدالقادریان شادمه راهبر محفل استیپندیانتان در نزد تشکیل پیروان پیشوی ملت جواب میدهند. تشکر زیاد در نیم از چونین سوال برمیاد که فرق بسکتبال از استریتبال در اون است که در بازی بسکتبال در دو تیم مقدار اشتراکچیان معین است یعنی شش نفری بازی می نمایند حتی مساحت بازی میدان معین است 16 با 8 معین کرده شده است میدان بازی و وقتی بازی معین است و در بازی استریت بال که وریانتی کوچگی بسکتبال می باشد مثلا در دو تیم سه کسی بازی می نمایند و شاید وقتی بازی در این وریانتی کوچگی بسکتبال معین نیست و در بازی بسکتبال داور هست و در بازی استریت بال داور نیست فرق کرد از همین چیز است خوب تشکر میگم از این جواب شما قبول است اونا که بحث ناظر شرکت دارین شما اگر جواب فرق کننده دارین اگر کدام یک جواب های فرق کننده یعنی نمانند با جواب از آین تیم باشد مرامت پیشنهاد کنید اگر نه پس باید گم که فرق استریت بول از بسکت بول نه اون چی بود که اینجا شد میر پیشنهاد کرد این جواب درست نبود جواب درست این است که در این بازی فقط یک حلقه گذاشته شده بود و هر دو تیم توپ رو به همون یک حلقه می پرتایند. با فرق از بسکتبال این گونه بازی بود. سوال رقم دو توجه کنید با سوال در هندی قدیم آن کور رو در همان روزی به دنیا آمدن انسان و در روزی دهمی به دنیا آمدن او انجام می دادند یعنی دو کارت همان کور رو که در روزی دهم انجام داده بودند همان چیز باید که پنهان می ماند گپ درباره چی می رود در هندی قدیم همان کار را اول همان روز تولد انسان انجام می دادند و بعدتر در روز دهم تولد او و آنچه که بر روز دهم ارتباط داشت باید حتما پنهان می ماند یعنی باید کسی نمی فهمید از بیگانه ها گپ در برای چی می رود مرامت یک دقیقه وقت فکر کنید در هندی قدیم وقتی کودک تولد میشده روز یکم در برای همون نقشی که در همون معنی و میکنه همون شد من یک چی در این دوستان در پیشان داشتم نه 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 ممکن نکنم فکر من در نزد یکون خیلی روحانی هاشون روحانی رفته همینا یک دعای فاتحه هم میکنم که مراسم یک دعا بروین میگه باید تولیدی کودک میروانو در نزد روحانی دعا میکنم دو یک دعای چی میکنم نه تامین کن در روز دهم انجام بوده هم یکم دهم دو پینکنی بوده دهمش پینکنی چی نخش او یک جان خیلی مراسم دارو نیسا
یادداشت مراسم میشه بود در یه بانگ با میشویم یک مراسم دیگر هست در پیش خورشید میخوا افتاب میخوا میبرورم این یک چیزی هست که در روز در روز دهانش مخفی میمونم یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدید؟ با این سوال یکی از اعضیان گروه ما رانون است این زاده جواب میدید مرامت را هندی قدیم در مسئله کودکان بسیار مراسم های زیاد دارد خب یکی از مراسم هایی که در کتاب مقدس آنها ویده هم آمدن است این به خدای آفتاب معرفی کردن طفل نوزاد است شاید این مراسمی که جو شما در باره اش گفتید به خدای آفتاب معرفی کردن نوزاد باشد که روز اول او را به خدای آفتاب معرفی میکردند و روز دهم پنهانی این کار را میکردند یعنی صبح بر وقت تا کسی شاهد آن نباشد خب وریانت دیگری داریم که مثلا در منطقه چینای تا حالا در هندوستان همه خل مراسمی هست که وقتی طفل تولد میشود او را مخصوص میفرستند به روی رودی گنگا تا در آنجا شستشو یابد خب ما پیشنهاد میکنیم وریانتی معرفی کردن به خدای آفتاب بیننده عزیز یاد راست میشم که این تیم نام دارد جوانون و در حیط تیم مرجانه و رانه و شادمهر و منیجه و گلزاده و ربانی شرکت دارند بچه ها خب سوال ما وابسته بود به هندی قدیم و گفتیم که اولتر از همان کار در روز تولدی طفل انجام میدادند و بعد در روز دهم باز یک بار دیگر این انجام میدادند و آنچه که بر روز دهم ارتباط داشت حتما باید پنهان می ایستاد و حال همین انانه در بعضی منطقه های دیگر نیز هست به نظر شما اینجا گپ درباره چی می رود مثلا مردم ما این کار را در روز اول شاید نمی کنند در روز اول فقط شادی می کنند هم دیگر را تبریک می کنند با تولید طفل و این کار را کمکک بدتر می کنند یعنی یک چند روز پس بعضی ها شاید یک ماه پس نمی دانم اما در هندی قدیم این کار را دوباره انجام میدادند اما روزی که طفل به دنیا آمد و روزی دهمی تولدی او شاید که وای باشد مراسم نامگذاری نام گذاشتن بله به همان طفل نوزاد مراسم نامگذاری باید که باشد و چرا یکیش را پنهان میداشتند بعد باز یک وریانت دیگر هم شاید که همان چی باشد مهرهایی که هستند مهرهای مخصوصی همان هر قدر وریانتاتون بسیار شود همان قدر خودتون در این وریانت ها گم میشوید فراموش نکنید خب کدام وریانت را پیشنهاد میکنیم؟ خب ما انتخاب میکنیم همه مراسم نامگذاری را نامگذاری را پیشنهاد میکنیم؟ بله یعنی این طور که یکی از نامه را پنهان میگذاشتن نام اساسی شد هیچ کس نفهمد آنها فکر میکردن که نیروهای سیاه یعنی که به کودک میتونن با وسط این نامش تاثیر برسونن همین طور؟ بله چنین فکر هایم در هندوستان قدیم بود البته آفرین شما بعدی کفتوکو یفتید جوابی درسته اگر جوابی که پیشنهاد شده بود مراتب اول قبول میکردیم این جوابی نادرست بود البته این گونه انانه ها هستند ولی به هر صورت خب اینجا گپ درباره نامگذاری می رود و اون مردم به این نظر هستند و حالی هم هستند میانی مردمان میانی کشورها و نمیدونم منطقه ها هم این گونه حالت ها که مردم فکر میکنند که خب نامی که اساسی که از کودکشان است اینا باید یکان کس نفهمد سوالی رقم 4 توجه کنید با سوال کدام از شما اویلا دور هستین؟ همه مجارا همه مجارات؟ بله خوب در اداره های نیکو قصر های نیکو اونجایی که تنتنه ثبت عقد نیکو نوخونه دارن میگذارد اکثرا یک آفریده آهنگساز مشهور صدا میدهد و اون رو همچون مرش نوخانداران هم قبول کردند و میدانند شما گوید که این کدام کمپوزیتور است یعنی که آهنگی کدام از آهنگساز و بستکارا یا کمپوزیتوران در تنتنه ثبت عقد نکاح صدا میدهد در دنیا البته بله در آن وقتی عقد نکاح وقتی که اعلان میکنند که شما از امروز دیگر
زن و شوهر قانونی ایران میشوند و در اکثرا عقدهای نکاح در قصرهای نکاح همین مارش صدا میدهد. چی نام دارد اون آهنگساز؟ و همون مارش به نام او هم ثبت شده و امیدوارم که اولی بعد یک دقیقه شما جواب رو پیدا میکنید، مرامت فکر کنید. کچی مارش بدنید کچی آهنگساز شنم شما یک کنم در کچی البته که همون آهنگساز از تویسون نیستن یا همون خوبی جد بکنید یا از کرسان کدام یک دقیقه وقتی شما سپری شد، مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدید؟ با این سوال اعضای فعال محفل تشکیل پیروان پیشوی ملت سالی و منیجر جواب میدید. تشکر زیاد محترم راوی گروه ما به خلاصه اومد که جواب درستی این سوال را تخمینن یافتیم و نام آهنگساز آن همان سروده که در همه چوربیای اختونیکای گذاشته می شود ارکستر الکساندر لیباک آهنگساز روس. کی است از میان دوستان شما که اولاد دار شده است؟ اولاد دار است؟ نیست. از میان دوستانتون از هم سبقان هم شناسا کیا هستند؟ ما یکون بار با یکون کس امکان ندادیم که با یکون کس زنگ بزند، لیکن شما میتونید با یک نفر زنگ بزنید. اگر او اولاد دار است و زنگ میزنیم هست همین گونه نفر؟ هست. بیاید یک بار زنگ میزنیم. الو سلام علیکم. آقا خوبین شما تینجین؟ آقا چطور پرسین؟ سلام علیکم. حمید کمپوزیتور شما مارشی که در عقد نکاح صدا میتا با کدام کمپوزیتور ایجاد کردگی است؟ زاکسون. اورا اورا دی کمپوزیتور نشون یک تشمو مندلسون تگیشون کی؟ نومش کی؟ او دویمش بارتولدی است. دویمش بارتولدی. مندلسون. مندلسون. مندلسون بارتولدی. تمام اوکی. مندلسون. خوب. خوب. استید که شما با کی زنگ زدید؟ کمپوزیتور. کی؟ اولادور. بختوار دولت. آه. نفری که اولادور بود و اومدون. خودش هم کمپوزیتور با آهنگساز بود؟ بله. بله. و چی گفت؟ گفت با کلامی دو نفر هسته. کمپوزیتور. یکی راش مندلسون. مندلسون و بارتولدی. این مارش مندلسون است که در یکی همون قصرهای عقد نکاح واقعا هم صدا میدهد و یک روز برای شما این مارش البته صدا میدهد. برای این زیگ نشوین، حالا جوابتون درست است. سوالی رقمی ده توجه کنید با سوال اونها رو
ин ёдрас мешавам аввалтар аз ҳама ки ин саволҳоро Фарух Валиев барои мо фиристодааст аз ноҳияи Темурмалик аст. Фарух бисёр бинандаи фаъоли мо аст ва ҳамеша шумори зиёди саволҳоро ба почтаи мо мефиристанд ҳар ҳафта ва мо аз он намунаи беҳтарин саволҳоро баротон пешниҳод мекунем. Саволшон чунин аст ки онҳоро то соли 1845 бо номҳои шимолӣ, ҷанубӣ ва ғарбӣ мешинохтанд. ҳамин гуна ном мебурданд онҳоро: шимолӣ, ҷанубӣ ва ғарбӣ. Ҳоло онҳо номҳои дигар доранд. گپ درباره چی ها می رود؟ اونها رو تا سال 1845 با نام های شمالی و جنوبی و غربی می شناختند و حالا اونها نام های دیگر دارند. چی نام دارند؟ مرامت یک دقیقه وقت فکر کنید. یک دقیقه وقت شما سپری شد. مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدهد؟ خب با این سوال خودی من جواب میدم. برای مثال تا سال 1845 یعنی که شمال و جنوب میگفتن، اما پس از یعنی که 1845 شاید این همین نام ها یعنی که عوض شدن و قطعه جنوب یعنی که قطعه امریکا یعنی که شمال باشد انتارکتیدا و غرب باشد یعنی که قسمت اروپا، شرق باشد طرف دولت های عربی بسیارتا عربی تبار طرف افریقا باشد. یعنی شما فکر میکنید که نام قطعه ها هستن؟ بله. اینجا شمالی، جنوبی و غربی اونا رو نام بردن و حالی نام های دیگر دارند. بله. و نام های آنها را یعنی که از به همون قسمت دولت ها یک تقسیم کردن؟ نه، اینجا گپ در برای منطقه نمی رود. خب وریانت دیگری که در بحثتان بود چی بود؟ چی میتواند باشد؟ شما اگر گوید که این وریانت آخر است و دیگر وریانت نداره، ما این را قبول میکنیم. لیکن اگر چیزی دیگر فکر کردنی باشید میتونید فکر کنید. الواتن یک دقیقه وقت الواتن را استفاده نشده است، اگر شما خواهید میتونید اون را استفاده برین. یعنی بازم سر این سوال فکر کنید. خب محترم رو قبل از اون که جواد پیشنهاد کنیم، میخواستم یک رمز کشایی کنید. همین خوب. شما وقتی گفتید آنها در نظر داشتید انسان ها را؟ نه، وقتی چی ها گفتم دیگه معلوم بود که انسان ها نیستین. در مورد انسان ها نیست. بله، وقتی گفتم که اینجا چی ها در نظر داشته شده است. اگر می گفتیم که کی ها، پس معلوم بود که دیگه انسان ها است. وقتی که چی ها گفتیم، پس معلوم می شد که این چیز دیگری باید باشد. وقتی شما گفتید دولت خریده جهان رو پیش نظر بیارید، بله. گپ در سر دولت ها می رود شد. اونجا دولت ها هم هستن، کنار یا نپوری دولت ها است. در اون سو در این سوی آنها پوری دولت ها است. گرداگردی آنها دولت های زیاد هستن. گرداگردی آن دولت. شما بحر اقیانوس را در نظر دارید؟ نمیدونم، شما پیشنهاد کنید، ما قبول میکنیم. ما شمالی و شرقی و غربی. این طرفی ساحل، آن طرفی ساحل. بحر اقیانوس. این سوی. این سوی اقیانوس، آن سوی اقیانوس. خلاصا گپ درباره چی می رفت اینجا؟ بحر اقیانوس ها. یکیش بگویم. اقیانوس ها. اقیانوس ها جواب کنیم درست. همون اقیانوس هایی که ولی نامای دیگر دارند. ولی چی نام دارند اقیانوس های ما؟ اقیانوس یخبسته شمالی، اقیانوس آرام،
هندو و روم و اتلانتیک این همین اوکیانوس بله بله و بعضی اونایی که مثلا از دوستان شما اگر پرسند که کجا زندگی میکنیم اگر در اون طرف اقیانوس یعنی دیگر معلوم است که کدام کشور رو است و شما جغرافیا را بسیار خوب میدونید. سوال رقم 6 توجه کنید با سوال یکی از سیاستمداران بسیار مشهور وقتی که با مقام اول یک از کشورهای پسو شوروی میرسد در اولین وخوریش با منصبداران با وظیفه داران مسئله بسیار مهمی وابسته به فساد را به میان میگذارد و وقتی که آوازدهی می شود او از اهل نشست خواهش می کند که نه دستی راست بلکه اگر طرف دارند دستی چپشون را بردارند. چی می خواست؟ چی رو می خواست برای خودش اون نفر معلوم کند؟ یعنی او رهبر یکی از کشورهای پسو شوروی بود و در اولین وخوریش مسئله فساد رو به میان می گذارد و وقتی که آوازدهی می شود او می گوید که نه دستی راست بلکه از دستی چپ استفاده کنین، دستی چپ رو باید بردارین. او در اولین وخوری چی رو میخواست معین کند؟ چرا چنین کرد؟ چی سیر بود اینجا؟ خب ما از وقت استفاده نمیبریم چون خوب. که ما جوابی پورا یعنی که با یک اراده کی میدوند جواب رو؟ گلزاده شیرعلی به این سال جواب میدین. تشکر زیاد به شما. علاقه اینجا معلوم است که یعنی که از همون مفهوم های راست و چپ گویم که الکه به ما انانش داگه است که یعنی که روح راست یعنی که همون درستی و راست می باشد و الکه که همون دام چپ همون فسادکاری و روح کج و بد یعنی که همون بدبینی است برای ما الکه از قدیم برای ما میراث مونده گه از همین چیز مثال یعنی که الکه یک چی یک سخنی کلیدی است در بین تمام جامعه جهانی او چی رو میخواست ما یعنی که میخواست که همون اهل ریاست همون گویم که سرمون چی همون آدمایی و اهل ریاست ها از روح یعنی که از ذات چپ همون از کروپسیا و از دیگر خود یعنی که دست برداشتن بردارن مثلا که اونها رو از روح همین چپ هوایی هم سول دست برداری کنن یعنی که از همون کار دست بردارن دست کشن من کارم نقطه مو جواب شما رو کاملا نفهمیدم. خب جوابتون بسیار نفهما بود. میخوام اصلا من یک باشم فهمون نمشه بسیار کوتاه بگین که صدر مجلس رهبر یک از کشورهای پسا شوروی با آن که از اهل نشست یعنی خواهش که... کرد که وقتی آوازدهی دستی راست رو دستی چپ بالا کنن چی رو میخواست معین کند؟ چگونه ای که ما میدونیم از سالی که خیلی پیش از تاسیس لیگ ملت ها و اومد وقتی سال 1815 اولین تشکیلات های بین الخلقی ابتدا یافتند در کنونس حقوق همون ها یک بند بود در وقت انتخاب قانون است که دست راست برداشته شود قاعده است بله بله و صدر مجلس این رهبر یکی از کشورها خودش خواهش میکند که دست راست برداشته شود و صدر مجلس میخواست بفهمد که چند تا چه اندازه همین شرکت داران همینجا اطلاعات نوکی دارند معلومات دارند بله از همین قاعده او برای خودش یک چیزی بسیار مهمه رانا مثلا شما ولی من خواهش میکنم که شما یک بار دست چپتون رو بردارین. تشکر رانا. جواب شما چی است؟ این اونایی که روبروی شما نشستند همراه شما نشستند راحت باید جواب درست یافته باشند یعنی گفت سری اون که در دستی چپ ساعت میبندم خوب و او صدر مجلس چی رو میخواست فهمد؟ شاید که ارزش نوکی همون ساعتهای همونه معین کرده باشد زیرا که موضوع جلسه چی بود؟ همون فساد, فساد بود یعنی که ارزش ساعتهای همونه باید معین کند که جواب کاملا درست او در جلسه ای که در مورد فساد صحبت میکرد از مردم خواهش میکرد که انگام آوازدهی دست چپشون را بردارن و او نگاه میکرد که ساعت مردمی که در اونجا وظیفه دار نشستن چند پول میایستد.
саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Замони депрессияи бузург дар оилаҳои мардуми амрикоӣ маҷбур шуда буданд ки аз ҳамон чиз либос бидузанд. Дар он чиз аслан як маводи барои зиндагӣ муҳим харид мекарданд ва баъди истифодаи он аз ҳамон чиз, яъне ки либос медӯхтанд. вақте ки истеҳсол кунандагони ҳамон ғизо дарак ёфтанд ки мардум аз он чиз либос медӯзанд, гирифтанд дар танаи ҳамон чиз ҳар гуна нақшу нигорҳоро тасвир карданд, то мардум ҳамон чизро бихарад ва ҳам либос бидӯзад. Инҷо гап дар бораи чӣ меравад? Чӣ ғизо аст ин? Гап дар бораи чӣ меравад? Савол фаҳмо аст? Замони депрессияи бузург соҳибхона занҳо дар Амрико дига маҷбур буданд ки аз ҳамон чиз ки дохили он як маводи ғизо буду истифода бурда буданд либос бидӯзанд. ва истеҳсол кунанда ҳам фаҳмиданд ки мардум либос медӯзад, гирифтанд дар танаи он ҳар гуна нақшу нигорҳоро тасвир карданд, то мардум дигар бо чӣ мегӯянд, бо як шавқи зиёд харид мекарданд чиро ва аз он либос медӯхтанд. гап дар бораи чӣ меравад? марҳамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. در همون زمان موسا بهتر چیز مخصولا می برینج بود و اورد بود تمون وقتا همین چیز دوست سوا می کرده فکرم خلطه اورد است نمید شد که خلطه اورد یک وریانت ما چه از هم خرو می کرده؟ سو همین خلطه اورد در نشبه مغودی خیزای دورد بای تمام شدید اما اون وقت سو خلطه اورد اورد استفاده می کردم بعد خلطه شو می گرفتم نیبوش می بعدم حوزی هست که نخوش نگو رو گرمش یک دقیقه وقتی شما سپری شد مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدهد؟ حکیم زاده مرجانا جواب میدهد. مرامت مرجانا شاید خلطه های اردی که پیش استفاده میبردن همونا باشد امروز نقش و نگار کرده با فروش میپرارند. امروز با فروش میبرن؟ نه امروز همون خلطه را با نقش و نگار با فروش میبرن هستن هر خیلی خیمه نویسونن مثلا که اردی نه من شما را فهمیدم یعنی شما فکر میکنید که این از خلطه های ارد لباس میدوختند بله وقتی که و استحصال کننده فهمیدن که این کار میکنند گرفتن خلطه ها را نقش و نگار کردن بله بله گندم را وقتی میووردند و ارد میکردن و خلطه هاش را شاید که همین لباس میکردن شاید همین باز ایلوه یک در اون وقت ها خلطه های ارد خلطه های امروزه بورین وای نبودن یک خلطه های وینه که از رشته های ابریشم بودن که همون وقت چی میگن که با لباس واری موافقت میکردم اون وقت خلطه های چی استسولی همین قدر از خود ارد دیده خلطش قیمت تر بود از نه معلوم میشه نه ارد گندم خلطه بو یک تیر دو هدف میکردن که خیلی عذاب کشیدین بسیار اینجا جوابتون باید یک کلمه باشد یعنی که جواب این خلطه است орд ё як ибора халтаи орд ҳаминтавр халта умуман не онҷо бояд як маводи ғизоӣ бошад ки онро аҳол истеъмол мекунанд ё гандум гандум хуб бачо инҷо гап дар бораи замони депрессияи бузург меравад инҷо гап дар бораи халтаҳои орд мерафт вале бо назардошти он ки این همان چیزیست که از آن ارد به دست میارد ما این جواب همچون جواب درست قبول میکنیم اینم با یک گذشت دیگر بود در بازی اول برای شما بر صورت مبارک باشد
و خیلی کم میشد که در بازی اینتلکشوال تیم ها غالب بیاند و خیلی کم میشد که روی با این حد مهربان باشد مثل اون که امروز مهربان بود. خب ما کوشش کردم که براتون بیشتر یعنی اشاره ها و بعضی کمک ها را انجام دهم و امیدوارم که از بازی دیگر چون شما اعضای کامل حقوق این محفل شدین دیگه کوشش میکنین که فاول تر باشین و با جواب های یا جواب های درست بیشتر پیدا کنین. خوب یاد دست میشم که این تیم جوانان نام داشت و حساب جوانان بودن، جوانان یمگی موفق. تشکر میگم برای شما. خوب امیدوارم که بازی اولتون یک تحریک دهنده بود و ذوق شما رو هم زیاد کرد و در محفل دیگر در این موسم شما رو البته خواهیم دید. البته مسئولان این برنامه با شما در تماس خواهند بود و در یا از روی ترتیبی معین شما به برنامه دعوت میشین و اشتراک میکنین. برای شما موفقیت آرزو میکنم. بیننده عزیز شما میتونید که هم نامنویس شوین و بیاین اعضای محفل ما باشین و ولی ما قبولی تیم ها رو انجام ندادیم. تشکر میگم به مؤلفان سوال ها. شما پشت ما رو در اکران های خود میبینین، سوال های خود رو بفرستین، منبع رو بنویسین، جواب درست رو بنویسین، کمکک معلومات رو در اختیار ما گذارید، پیوند یا سیلکه ها رو گذارین تا ما سوال های شما رو پیدا کنیم، تفتیش کنیم و در برنامه ها استفاده بریم. سبحان جلیلوف بودم. تو برنامه دیگر کامیاب و موفق باشید.